پارلمان اروپا مستقل در بلژیک بیانیه ای با اکثریت اعضا در خصوص نقض حقوق بشر در بحرین را صادر کرد 633 نماینده از 689 نماینده پارلمان اروپا به پیشنویس قطعنامه محکومیت حکومت بحرین به خاطر نقض حقوق بشر رأی مثبت داده و آن را تایید کردند پیشنویس این قطنامه از حدود یک سال پیش توسط مارک تارابیلا عضو پارلمان اروپا و نیز تلاش های مرکز حقوق بشر و دموکراسی اروپا و سازمان آمریکایی های حامی دموکراسی و حقوق بشر در بحرین و سازمان حقوق بشر و دموکراسی بحرین به این نهاد اروپایی ارائه شده بود. در پیشنویس این قطنامه از مقام های بحرینی خواسته شده تا اجرای مجازات اعدام علیه شهروندان این کشور را متوقف و با قربانیان نقض حقوق بشر در این کشور رفتار مناسبی داشته باشند. پارلمان اروپا تاکید کرده که اکنون 26 بحرینی در زندان های این کشور با مجازات اعدام مواجهند و در آستانه اجرای حکم قرار دارند که بایستی اجرای آن متوقف شود. پارلمان اروپا در پیشنویس قطنامه همچنین احکام اعدام صادره از سوی دادگاه های بحرین علیه محمد رمضان و حسین علی موسا از شهروندان این کشور را محکوم کرده است. وزارت خارجه بحرین در واکنش به این رویداد تصویب پیشنویس قانون پارلمان اروپا در خصوص نقض حقوق بشر در این کشور را محکوم کرد. وزارت خارجه بحرین در این بار مدعی شده که پیشنویس پارلمان اروپا در بردارنده ادعاهای دروغ و نامناسبی است که هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد.